به نظر من مهمترین قاعده در میان همه قواعد خردمندانه برای گذران زندگی جمله است که ارستو به طور ضمنی در اخلاق نیکوماخوس بیان کرده است هدف خردمند لذت جویی نیست بلکه فارغ بودن از رنج است حقیقت این جمله مبتنی بر این واقعیت است که همه لذت ها و سعادت ها ماهیتی سلبی دارند. اما رنج دارای ماهیتی مثبت است. هنگامی که بدن انسان به طور کلی سالم و تندرست است و فقط زخمی کوچک یا ناحیه دردناک در آن وجود دارد، سلامت کامل را احساس نمی کنیم. بلکه توجه ما یک سره به درد ناحیه مجروح معطوف است به طوری که آسایشمان از میان می رود همچنین وقتی همه امور بر وفق مرادمان جریان دارند و تنها یک چیز برخلاف میل ماست هرچند این یک اهمیت چندانی نداشته باشد فکر ما را مکرر مشغول می کند بارها به آن می اندیشیم و به امور مهم دیگر که در آن توفیق داریم کمتر فکر می کنیم. آنچه در هر دو مورد محدود یا خدشدار می شود اراده ی انسان است که در مورد اول در ارگانیسم و در مورد دوم در تکاپوی زندگی ظاهر می شود. در هر دو مورد می بینیم که ارزای اراده تنها وقتی امکان پذیر است که اراده با مقاومت روبرو نشود. از این رو به هیچ وجه نمیتوان رضایت را مستقیما احساس کرد. مگر اینکه از راه تفکر به آگاهی راه پیدا کند. برعکس آنچه مانع از اعمال اراده می شود مثبت است و می توان آن را احساس کرد. هر لذت فقط عبارت از برطرف کردن این مانع و رهایی از آن است و در نتیجه پایدار نیست. اساس این قاعده در خو... اساس این قاعده در خور تحسین ارسطو که قبلا نقل کردم این است که به ما می آموزد هدف خیش را لذت ها و راحتی های زندگی قرار ندهیم بلکه تا آنجا که ممکن است از مصیبت های زندگی بگریزیم. این روش به همان اندازه درست است که معنای این گفته ولتر مستاق دارد. سعادت رویای بیش نیست اما رنج واقعیت دارد. این گفته واقعا مطابق حقیقت است. بنابراین کسی که میخواهد زندگیش را از دیدگاه فلسفه سعادت جمعبندی کند بهتر از صورت حساب را بر مبنای بلایایی که از آنها گریخته است بنویسد نه بر مبنای لذت که از آنها بهرهمند شده است آری فلسفه سعادت باید نخست بر این نکته نیز تکیه،, تکیه کند که نامی که بر آن نهادند حسن تعبیر است و از عبارت سعادت منزیستن باید با مصیبت کم زیستن یعنی زندگی تحمل پذیر را فهمید. واقعا هم در زندگی هدف لذت بردن نیست بلکه برای سپری کردن و پشت سر است. آری مایه تسلی خاطر در سالمندان این است آدمی میداند که کار زندگی را پشت سر گذاشته است. بنابراین قرعه سعادت به نام آن کسی است که زندگی را بدون دردهای روحی و جسمی شدید میگذراند. نه آنکه شادی های پرشور و لذت های بزرگ نصیبش شده است. اگر کسی بخواهد جز بر این مبنا سعادت زندگی فردی را بسنجد، معیار غلطی را برگزیده است زیرا لذت ها و سلبی میمانند این تصور که لذت موجب سعادت می گردد جنون نیست که حسرت برای مجازات خیش به وجود می آورند. اما رنج برخلاف لذت به طور مثبت احساس می شود و از این رو فقدان آن معیار سع... فقدان آن معیار سعادت زندگی است اگر در وضعیتی که رنج در آن وجود ندارد دلتنگی و بیحوصلگی نیز نباشد آنگاه سعادت این جهان به طور عمده حاصل شده است زیرا باقی همه وهم است از این نتیجه میگیریم که هرگز نباید لذت را به بهای رنج یا حتی به بهای امکان رنج خرید. وگرنه چیزی سلبی و در نتیجه مهم را با چیزی مثبت و واقعی مبادله کرده ایم. برعکس اگر به منظور گریز از رنج از لذت ها به گوریزیم سود برده ایم. در هر دو مورد فرقی نمی کند. که رنج پس از لذت بیاید یا بر آن تقدم داشته باشد. به راستی بزرگترین خطا این است که به جای آن که بکوشیم در حد امکان فارغ از رنج باشیم بخواهیم این مصیبت خانه را به اشرت کرده تبدیل کنیم و لذت و شادی را هدف قرار دهیم چنان که بسیاری از مردمان چنین می کنند. آن کس که بدبینانه به این جهان چون دوزخ می نگرد و فقط در فکر آن است که در این دوزخ معمنی دور از آتش برای خیشتن بیابد به مراتب کمتر در اشتباه است. ابلهان در پی لذت زندگی خود را مقبون می و خردمند از بلایا می اما اگر هم در این کار توفیقی نداشته باشد دیگر تقصیر از سرنوشت است نه از حماقت او اما اگر موفق شود مخبون نیست زیرا بلایایی که از برخورد با آنها پرهیز کرده است به درجه اعلا واقعیند حتی اگر مثلا بیش از حد از مصیبت دوری گرفته و بیهوده از لذتها ها کرده باشد باز هم واقعا چیزی از دست نداده است زیرا لذتها همه موهومند و غمخاری برای از دست دادن موهومات حقیرانه و حتی خنده است نشناختن این حقیقت که منشأ آن خوشبینی است سر، سرچشمه بسیاری از شوربختی هاست زیرا هنگامی که فارغ از رنجیم آرزوهای بیقرار توهم خوشبختی را که در واقعیت وجود ندارد در ذهن ما منعکس می کنند و ما را برمیانگیزند تا به دنبال آن برویم از این راه رنج را که واقعی بودن آن انکارناپذیر است به سوی خود میکشانیم سپس در اندوه وضعیت بدون رنج گذشته چون بهشتی که از روی سهلنگاری از دست داده این شکوه می کنیم و بیهوده آرزو می کنیم ای کاش می توانستیم آنچه را که رخ داده است از میان برداریم به نظر می رسد که روحی پلید مدام ما را از وضعیت بیرنجی که در درجه علای سعادت واقعی است با تصاویر اقوا کننده با تصاویر اقوا کننده آرزوها بیرون میکشانند. جوانان ناسنجیده میپندارند که جهان برای لذت بردن و جایگاه سعادت مثبت است و فقط کسانی از آن بی‌نصیب میمانند که قادر به چیره شدن بر جهان نیستند. رومان ها و اشعار همچنین نیرنگی که جهان پیوسته و همه جا در کار آن است و به زودی به آن خواهم پرداخت این گمان را در جوانان تقویت می کند. از این پس زندگی آنان آگاهانه یا نا آگاهانه برای دست یافتن به سعادتی شکل می گیرد که از لذتهای مثبت تشکیل شده است و به ناچار باید با مخاطراتی که به آن تن به مبارزه برخیزند. اما دویدن به دنبال شکاری که وجود خارجی ندارد موجب مصیبتی می گردد که کاملا واقعی است. این مصیبت به صورت درد، رنج، بیماری، کمبود، نگرانی، فقر، ننگ و هزاران گرفتاری دیگر ظاهر می گردد. سرخوردگی وقتی به سراغشان می آید که دیگر دیر است. اما اگر با پیروی از قواعدی که در اینجا ذکر کردیم برنامه زندگی پرهیز از رنج یعنی برطرف کردن, کردن کم بود پرهیز از بیماری و گرفتاری باشد هدف انسان واقعی است. آنگاه می توان کاری از پیش برد و هرچه این برنامه در اثر گرایش به توهم سعادت مثبت، کمتر مختل شود در این کار موفق تریم. همچنین آنچه گوته در خیشابندی های برگزیده از زبان میتلر که مدام برای سعادت دیگران تلاش می کند گفته است با نظر من تطابق دارد. آن کس که در پی خلاصی از مصیبت است همواره می داند که چه می خواهد. اما کسی که به دنبال چیزی بهتر از این است سیرتی ندارد این گفته ما را به یاد آن زربل مسئله زیبای فرانسوی می اندازد که بهتر دشمن خوب است همانطور که در اثر اصلی خود توضیح دادم این همان ایده اصلی در, در فلسفه, در فلسفه کلبیون است. زیرا مگر انگیزه کلبیون در مردود شمردن همه لذت ها جز این چه بوده است؟ کرنج بیش یا کم با لذت همراه است و دوری جستن از لذت مهمتر از دستیابی به لذت است. فیلسوفان کلبی سخت تحت تاثیر این شناخت بودند که لذت ها سلبی برنج ها مثبتند. از این رو قاطعانه در راه پرهیز از مصیبت ها میکوشیدند. و به این منظور چشم پوشی کامل و به عمد از لذت ها را امری لازم می شماردند. زیرا لذت را دامی میدانستند که ما را به که ما را به چنگ رنج می سپارد. چنان که شیلر می گوید همه ما سرشار از انتظار سعادت و لذت پا به جهان می نهیم و به این امید ابلهان دل بسته ایم که این انتظار را برآورده کنیم اما معمولا دیری نمی گذرد که سرنوشت به سراغمان می آید. با خشونت ما را در چنگ خود می گیرد و به ما می آموزد که هیچ چیز از آن ما نیست بلکه همه از آن اوست چنان که نه تنها بر اموال و دارایی و زن و فرزند ما حق مسلم دارد بلکه حتی دست و پا و نیز چشم و گوش و بینی که در میان چهره ماست به او تعلق دارد اما به هر حال پس از چندی تجربه حاصل می کنیم و تجربه این بصیرت را به همراه می آورد که سعادت و لذت سرابی است که فقط از راه دور قابل رؤیت است و هنگامی که به آن نزدیک می شویم ناپدید می گردد در عوض رنج و درد واقعیت دارد و خود مستقیما نماینده خیش است و نه به وهم نیازی دارد نه به انتظار حال اگر این آموزه ثمر دهد دیگر در پی سعادت و لذت نمی رویم و بیشتر قصدمان این است که در حد امکان راه را بر درد و رنج ببندیم آنگاه در میابیم که بهترین متایی که جهان در اختیار دارد و میتواند به ما عرضه کند زندگی بیرنج، آرام و تحمل پذیر است و توقعات خود را محدود می کنیم تا با اطمینان بیشتر به این واقعیت به اینها واقعیت ببخشیم زیرا مهمترین راه برای اینکه شوربخت نشویم این است, که این است که نخواهیم بسیار خوشبخت باشیم این نکته را مرک دوست دوران جوانی گوته نیز دریافته است زیرا می نویسد توقعات بیزار کننده از سعادت چندان که آرزوی آن را داریم همه چیز را تباه می کند. هر کس بتواند خود را از این بند آزاد کند و در تمنای چیزی جز آنچه در برابر خیش دارد نباشد موفق است. بنابراین مسلحت آن است که توقعاتمان را از لذت، دارایی مقام، افتخارات و غیره تا حد اعتدال کاهش دهیم. زیرا درست همین کوشش و کشمکش در راه رسیدن به سعادت، شوکت و لذت بدبختی های بزرگی را به دنبال می آورد. اما این توصیه به ویژه به این دلیل خردمندانه و موجه است که ناخرسند بودن بسیار کاملا آسان اما کامیاب بودن بسیار نه تنها دشوار بلکه کاملا ناممکن است بنابراین هوراس شاعر فرزانگی ها به درستی میگوید آن که است که راه زرین میانه را برمیگزیند باید یقین داشته باشد که از آلودگی های خانه ویران در امان است او با قناعت از کاخی که در حال ویرانی است در میگذرد سنوبر غول پیکر بارها در طوفان به لرزه در می آید و برج بلند به شدت فرو می رزند و رفیق در این کوها در معرض سایقند اما هر کس که آموزه فلسفه مرا کاملا جذب کرده باشد و بداند که همه هستی ما چیزی است که بهتر بود وجود نمی داشت و نف کردن و مردود شمردن آن بالاترین حکمت است از هیچ چیز و هیچ وضعیتی انتظار چندانی ندارد با اشتیاق در پی چیزی در این جهان نیست و هرچرا از دست بدهد شک ای نمی کند بلکه سرشار از مفهوم این گفته ای افلاطون است که هیچ امری از امور بشری شایسته کوشش بسیار نیست اما آنچه دستیابی به این بصیرت شفا بخش را دشوار می کند همان فریب جهان است که باید خیلی زود بر جوانان شناساند. چیزهای شکوهمند معمولا فقط ظاهری فریبنده دارند و مانند تزئینات صحنه تئاتر آراسته شدند اما فاقد جوهرند. صدای شلیک توپ، چراغانی نوای تبل و شیپور، فریادهای شادی و جز اینها همه مانند تابلوی تبلیغات گویی نشانه گویی نشانه شادی اند. اما خود شادی را در آنها نمیتوان یافت. شادی تنها میهمانی است که دعوت به این جشن را رد کرده است. این میهمان اگر در جای ظاهر شود، معمولا بدون دعوت و سرزده آمده است. به طور طبیعی، غیر رسمی، چه بسا بدون سر و و پنهانی. غالبا به مناسبت بی اهمیت و ناچیز و در شرایط روزمره. آری، شادی در همه جا ظاهر می شود جز در موقعیت های درخشان و افتخارآمیز. شادی مانند طلا در استرالیا بر حسب تصادف در اینجا و آنجا بدون قاعده و قانونی پخش شده و معمولا به صورت ذرات بسیار کوچک و به ندرت به شکل توده های بزرگ یافت می شود. اما هدف همه آنچه در بالا نام بردم این است که دیگران بپندارند آنچه روی آورده است واقعا شادی است. هدف تنها ایجاد این تصور در ذهن دیگران است اندوه نیست از این حس درست مانند شادی است این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است